شماتیک ما حاضره. من اینو روی پی سی بیم آپدیت میکنم. پس شماتیکی که از قبل داشتم حالا اینو روی پی سی بیم آپدیت میکنم. دیزاین آپدیت پی سی بی. خب من چون شماتیک و پی سی بی که اضافه کردم سیو نکردم، الان نمیتونم روی پی سی بی آپدیت کنم. اول کل این مجموعه رو من سیو میکنم. همیشه از منوی فایل سیو آل رو بزنید وقتی پروژهتون بازه که فایلایی که تو پروژهتون همه سیو بشن. خب توی همون نشونی پروژه، درسته، به همون اسم پروژه، همین سیمپل LED رو کپی میکنم که برای اون یکی هم تکرارش بکنم. پس اسم شماتیک و پی سی بی هم چون یک شیت شماتیک دارم، هر دو شد سیمپل LED. حالا شماتیک رو روی پی سی بی آپدیت میکنم. دیزاین آپدیت پی سی بی داکیومنت. قبل از اینکه من این کار رو انجام بدم یه توضیح کوچیک بدم، اونم این که شما اینجا رو دقت بکنید، منوهایی که ما داریم زیر بعضی حروفشون خط کشیده شده، مثلا از فایل زیر F، از ادیت زیر E و از پروژکت مثلا زیر C. الزاما یعنی حرف اولش نیست. من اگه اون حرف رو رو کیبورد فشار بدم، مثلا F رو بزنم، شما منو رو کنار کرسرم ملاحظه میکنید. یعنی مثلا برای پلیس P رو بزنم کنار کرسر، این رو ملاحظه میکنید. این یه جور روش میانبره دیگه. خب یعنی مثلا من میخوام سیم بکشم، پلیس W، هم وایرم زیر W خط کشیده شده، W. پس چی شد؟ PW مثلا میشه پلیس وایر، درست شد؟ PW پلیس وایر، درسته؟ چیزهای دیگه هم به همین ترتیب. حالا کم کم تو نرم افزار همینجور که میگیم آشنا میشیم با کلیدهای دیگه. برای دیزاین ببینید، دیزاین آپدیت، درسته؟ پس DU، این چیزهایی که اومده من میخوام همش اعمال بشه روی پی سی بیم. این ارتباطی که بین شماتیک و پی سی بی من دارم برقرار میکنم، روی execute change کلیک میکنم و close. خب زوم اینو زوم آت کردن و همینطور حرکت تو پی سی بی هم به همون ترتیبه. یعنی من مثلا با رایت کلیک میتونم جابجا بشم و با اسکرول همینطور، با شیفت و اسکرول همینطور اینجا به جایی همون یادتونه. پس با اسکرول بالا و پایین، شیفت و اسکرول چپ و راست، با رایت کلیک و حرکت موس به همه طرف، و برای زوم کردن اسکرول رو نگه دارم، حرکت موس به بالا زوم این، حرکت موس به عقب زوم آوت، و کنترل رو نگه دارم و رایت کلیک رو نگه دارم. حالا اینجا این کلید کار نمیکنه. کنترل شیفت رو اگه نگه دارم، این زوم این و زوم آوت اینجا به این شکل کار میکنه. خب دیگر چه؟ و همینطور کلید رو کیبورد پیج آپ زوم این میکنه، پیج داون زوم آوت. خب همین کافیه و حالا من میتونم بیام به این صورت حرکت کنم. قطعات هم میارم فقط توی محدوده سیاه، حالا فعلا در همین حد داشته باشیم. این LEDمه، این هم مقاومتم، این هم هدرم، به این صورت. خب قطعات هم پس اووردم اونجایی که میخواستم. پس چجوری قطعات رو میارم؟ با کلیک قطع رو میکشونم میارم اونجایی که میخوام، رها میکنم به همین راحت. خب آندو ریدو برگشتم به عقبم که مثل همون محیط شماتیکه. و حالا سیم کشی یا مسیر کشی. مسیر کشی حالا اصطلاحش روتینگه. کجا میبینیمش؟ توی آلتیوم 17 به پایین تو منوی پلیس اینتراکتیو روتینگ و چیزایی که مربوط بهشه.
و همینطور رایت کلیک میکنم میبینم. خب تو رایت کلیک هم اینتراکتیو روتینگ رو میبینم، میتونم روش کلیک کنم و همینطور گفتم در مورد روش هایی که با کیبورد مثلا پی رو بزنم، پلیس اینتراکتیو روتینگ تی، زیر تی خط کشیده شده تی، درسته؟ پی تی. خب و همینطور تو تول بار اینجا میبینمش، اینجا کلیک میکنم و خب اینم مثل شماتیک. شما اگه خاطرتون باشه تو شماتیک موقعی که شروع میکردیم، ببین یه جاهایی آزاده یه جاهایی یه دایره دیگه توش ظاهر میشه، روی اون کلیک میکنم و میبرم میرسونم به جایی که دوباره اون دایره رو میبینم، اینجا هم کلیک میکنم، اینجا هم همینطور، اینجا و اینجا، اینجا هم به همین ترتیب به این صورت. خب کار ما عملا تموم شده. من یه سیو میکنم و DRC میگیرم. چطور؟ از منوی Tools Design Rule Check. این تیک Create Report فایل فعلا بذاریم بمونه. از تو Rule to Check اینجا سمت چپ کلیک میکنم، اینجا رایت کلیک میکنم، All Online DRC All Off، Batch DRC All Off، و توی Electrical رایت کلیک میکنم، آنلاین دی آر سی آل آن، تیکش بخوره و بچ دی آر سی آل آن. فعلا همون الکتریکال آن روت، اونایی که مسیر کشی نشدن، آن کانکتد پین، پین هایی که بلا استفاده هم، شورت سرکت، اتصال کوتاه، کلیرنس یعنی نزدیک شدن بیش از حد مثلا به هم دیگه، و این هم حالا بعدا باش آشنا میشیم. این پایین یه دونه دکمه داره ران دیزاین رول چک، من اسکرین شات بگیرم. اینجا منظورمه، روی این ران دیزاین رول چک کلیک کنید. این ریپورتیه که بهمون میده. وارنینگ هیچی، یعنی هیچ اخطاری نداریم. رول ویولیشنز هیچ خطایی نداریم، هر دو صفر. خب میخوام یه ذره این قاعده رو به هم بزنم. این همه چی رو میبینید درست و بدون مشکله. من بیام یه خط بکشم، یه خطی که تو همین لایه مثل بکشم این نزدیکا، که کلیرنس هم به هم بزنه، این بیش از اندازه نزدیک باشه به این. Tools Design Rule Check Run Design Rule Check. خب کلیرنس کانسترنت یه دونه یه خطا دارم، ببینید رول ویولیشنز رو. من دیگه اینو کاریش ندارم، با ریپورت کاری ندارم و وقتی برمیگردم تو PCB من میبینید یه جوری علامت دارش میکنه، اینجوری سبز رنگ نشون میده که من متوجه بشم. برم یه بار دیگه اینجا این تیک رو برمیدارم، ران دیزاین رول چک رو میزنم. به جز اون ریپورته یه پنل مسیج دارم من، اینجا بهم نشون میده و هر جای صفحه باشم وقتی که توی پنل مسیج روی اون خطا دابل کلیک میکنم میره روش. پس دیدید، حالا اینو من پاک میکنم، این دفعه میام چیکار میکنم؟ یه خط این شکلی میکشم توی همون لایه مس. خب یه بار دیگه و ران دیزاین رول چک رو میزنم. خب ملاحظه کنید این دفعه احتمالاً دو جور خطا میگیره، هم کلیرنس که خب 100% این دفعه خطا داره و هم شورت سرکت. ببینید
این دوتا رو من به هم دیگه اتصالی دادم دیگه، حتی اگه این یه دونه بود به این شکل مثلا. حالا من الان که اینو با هم ندشون یکی شد هیچ ایرادی نمیگیره، ولی مثلا حالا من بیام اصلا این ترک رو یه شکلی بکشم، حالا اگر بهم اجازه میداد چون تنظیماتش من این رو به این شکل تنظیم کردم، بریم این اجازه رو نمیده. حالا شورت سرکت رو هم که ملاحظه کردید آن کانکتد که الان اینجا نداریم، کل شماتیکمون به همین شکلیه که درسته، ولی مثلا من میتونم یه قسمتی از مسیرکشی رو پاک کنم، ببینید نتیجهش چی میشه. ببینید من میخوام یه تیکر رو پاک کنم با موس، اون محدوده رو میتونم بگیرم به این صورت، یه مستطیل و درگ اندراپ یه محدوده میکشم، درسته، کلیک میکنم یه جای مستطیل میکشم این محدوده، این سلیک شد، کلید دیلیت رو میزنم این پاک شد. خب یه بار دیگه DRC تو مسیج بریم آن روتد نت دارم، خب بکشمش اینو دوباره.